بل و رودز وارد مقر اصلی ساختمان میشن و یکی از سیستم های اصلی رو هک میکنن. اطلاعاتی از عملیات چراغ سبز، اون دیگه چه کوفتیه. با ورود به سیستم صدای هاتسون و بلک پخش میشه. پرسیوس بمب هسته ای آمریکا رو از برلین شرقی دزدیده. این عملیات خطرناکه. نگران نباش، ادلر و تیمش چیزی نمیدونن. این اطلاعات باید مخفی بمونه. وودز میگه این دیگه چه کوفتی بود. هاتسون به ما دروغ گفته. اون لعنتی به ما کلک زده. پارک پیام میده فعلا فقط از اونجا برید بیرون. اوضاع اضطراریه. نیروهای شوروی مثل مور و ملخ میریزن اونجا. بل و وودز بعد از عملیات از اونجا خارج میشن. وودز، میسون و ادلر به پیش هاتسون میرن. وودز با عصبانیت میره با مش میزنه تو صورت هاتسون و میگه تو به ما کلک زدی حرومزاده. همین الان قضیه رو تعریف کن. ادلر میاد اوضاع رو آروم میکنه. هاتسون توضیح میده در سال 1958 آیزنهاور برای مقابله با حمله شوروی به اروپا برنامه‌ای ریخت. اون تصمیم گرفت در تمام شهرهای اروپا بمب‌های هسته‌ای کار گذاشته بشه برای دفاع آخر. اما در سال 1974 بمب‌های پیشرفته نوترونی پدید اومد که بدون تخریب ساختمان‌ها میتونست آدم بکشه. 8 هفته پیش پرسیوس بمب هسته‌ای آمریکا رو از برلین شرقی دزدید تا با منفجر کردنش و انداختن انفجار گردن آمریکا دنیا رو علیه آمریکا بکنه. من به شما دروغ نگفتم، فقط همه چیزو نگفتم. تقصیر شما بود. اگه پرسیوس رو در ویتنام کشته بودید این اتفاق نمی‌افتاد. وودز میخواد دوباره با هاتسون دعوا کنه که ادلر جلوشو میگیره و میگه مواظب باش هاتسون، دفعه بعد دیگه جلوی وودز رو نمیگیرم. با اطلاعاتی که پارک از مقر شوروی ها دریافت کرده، پرسیوس یک عملیات حفاری در کوهستان یورال در یاماتو شروع کرده. هاتسون و ویو قبلا اون مقر رو نابود کرده بودن، اما پرسیوس مشغول بازیابی یک سازه قدیمی مدفون شده هستش. جاسوس ما بلاکوف در شوروی اطلاعات مخفی خوبی به ما داده. میسون و وودز به کوهستان فرستاده میشن. سال 1981 کوهستان یاماتو. میسون و وودز بعد از صحبت با رابطشون بلیکو وارد مقر شوروی ها میشن. بلیکو قراره یک ساعت دیگه برگرده. اونها میرن داخل مقر و بعد از درگیری با نیروهای شوروی سازه رو پیدا میکنن. به وسیله قلاب سازه رو به هلیکوپتر میبندن و از اونجا فرار میکنن. با بررسی سازه متوجه میشن پرسیوس دنبال اسامی ماموران مخفی دراگوویچ در سال 1968 بوده. ساختمان لوبیاکا مقر اصلی اطلاعات شوروی هستش. ادلر میخواد بل رو همراه خودش به اونجا ببره. هاتسون عصبانی میشه و میگه چرا صبر نمیکنی وودز و میسون برگردن؟ چرا اونو میفرسی؟ چرا این کارا رو داری میکنی؟ ادلر میگه ما به اونا نیازی نداریم. بل آدم متخصصیه. فقط به اون نیاز دارم. ما از پسش برمیایم. تصمیم با منه. بیا بریم بل. اون از هر کسی که نمیتونه بهش دستور بده میترسه. برای شنیدن ادامه داستان به پارت بعدی مراجعه کنید. همچنین شما میتوانید برای درک بهتر داستان ویدیو گیم پلی کامل بازی رو در لینکی که پایین ویدیو قرار خواهیم داد مشاهده کنید.